<سؤال> آه آی بدی البته همطوری که شما فرمودین بله داعش پیامی داده و این مسئولیت این عملیات رو به عهده گرفته اما بحث بر سرش زیاده چرا چون اصلا شباهتی نداره آنچنان به پیام های قبلی معمولا خب اونها گفتن که این دو نفر انتحاری بوده اما چهره های اونها رو محو کردن چه به قول معروف دلیلی وجود داره برای این کار اونها کشته شدند و این مایه افتخار داعش هستش سابقا هم میگه که اعمال این چنینی رو اگر مثلا صاحبی نداشته باشه یه جایی حتی مثلا یه که به قول معروف یه ترقه هوا بره داعش وقتی میبینه خبری نیست به عهده میگیره برای اینکه همچنان نشون بده که تأثیر گذاره و هستش و هوادار داره و به هر حال عملیات انجام میده عملیاتش هم که همیشه جنایت بوده اما بحث بر سر این زیاده اما اصلا ورای این جریانات درسته که رویترز اعلام کرد که داعش در حقیقت مسئولیت رو بوده گرفته و اون هم گزارشاتش بر مبنای همون کانالی بوده که این رو منتشر کرده اما فرقی در اصل ماجرا نمیکنه چه خود رژیم با تمام سوابقی که داره و این اعمال را انجام داده بارها و بارها از فاجعه سینما رکس به این طرف رژیم بارها فراوون داریم مثال که جنایات وحشتناکی انجام داده بعد دیگران بیگناهانی رو دستگیر کرده شکنجه کرده این گناهان رو به دوش اونها انداخته و اونها رو هم به قطر رسونده سر به نیست کرده یا به دار آویخته یا تیر بارون کرده مثال ما سینما رکس رو داریم در جریان جنبش دانشجویی در دهه هفته در دهه شست هم داریم البته موارد زیادی هست مثال های فراوانی هست خود ماجرای زدن هواپیمای اوکراینی یا ترور کشیش هایک یا انفجار مقبره امام هشتم شیعیان مهمتر از این برای شیعه ها مهمتر از این جایگاه وجود نداره و مهمتر از اون روز وجود نداره ظهر روز آشورا باند سعید امام اینا هم چیزه اثبات شده از فکت واقعیت اسنادش موجوده اسنادش منتشر شده حالا به اشتباه هر چی ولی اینا واقعیاتیه که اتفاق افتاده و رژیم هم این بار ماجره شاه چراغ همینطور حتی ماجره حمله مجلس اون چه که مسلمه چه رژیم این کار کرده باشه چه نکرده باشه مسئول این جریانه حتی اگر بگیم مثلا گروه افراطی این کار انجام داده این که مدعی بودند به قول معروف پایان داعش رو اعلام کرده بودند این که مدعی ما عمق استراتژیک و امنیتی خودمون رو به خارج از مرزها انتقال دادیم تا در داخل مشکلی نداشته باشیم مشکل امنیتی نداشته باشیم و جمله معروف حداقل ما امنیت داریم خب چنین نیست و این بیکفایتی بیلیاقتی اینها رو نشون میده اینها رو که بذاریم کنار این رژیم از ابتدای پیدایشش این رژیم با بحران زاده شده با بحران خودش رو تثبیت کرده در بحران و بحرانهای متعددی می آفریند برای اینکه از شر بحران قبلی خلاص بشه اینها راه حل پیدا نمی کنن برای موزلات جامعه موزلات اقتصادی سیاسی اجتماعی الا آخر اینها راه حلی ندارند راه حل سازندهی برنامه های بلند مدت تو این زمین ها اینها با هر بحرانی که درش گرفتار میشن که فراوون بیشماره و جامعه رو گرفتار کردن با بحران بزرگتری اون رو سرپوش میگذارن بهای این مسئله رو هم مردم دارن میدن مهمتر از همه اینها به نظر من با مایرم این رو عنوان بکنم که خب هشدار بالها داده شد حالا به جایی هم نرسیده که این خشم و کینه ای که این حکومت ایجاد میکنه چون گوشش به این حرفا بده کار نیست مسئله حیاتش مطرحه گریبانگیر همه خواهد بود این نفرتی که تو جامعه وجود داره و ما دیدیم در عکس عمل به این ماجرا چه واکنش هایی بود بحث های گوناگونی رو در گرفت که حالا میتونیم در فرصت در مثلا فرصت بعدی در ادامه بهش بپردازیم چون ابعاد گسترده ای داره این رژیم متاسفانه ورای حیات خودش به بسیاری از بنیانهای فرهنگی جامعه ما صدمات جبران ناپذیری وارد کرده